برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یک گروه مبلغان مذهبی مسیحی که مرکز آن در ایالت اوکلاهاما آمریکاست خبر داد که سه عضو این گروه در هائیتی به کمین گروه‌های مسلح تبهکار افتاده و کشته شدند. بر اساس بیانیه‌ای که روز جمعه 4 خرداد در صفحه فیسبوک این گروه منتشر شده است، پنجشنبه شب به وقت محلی 3 مبلغ مذهبی که در خانه پناه گرفته بودند بر اثر تیراندازی باندهای مسلح به سوی ساکنان این خانه کشته شدند. دولت هائیتی از چند ماه پیش به دلیل شورش باندهای مسلح تسلط خود بر این کشور را از دست داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً هشدار داد که هائیتی با تبدیل شدن به یک کشور بدون حکومت فاصله چندانی ندارد. مقام‌های بهداشتی پاکستان اعلام کردند صدها نفر با شکایت از گرمازدگی به بیمارستان‌های شهر لاهور ایالت پنجاب و شهرهای حیدرآباد، لارکانا و جیکب آباد در جنوب ایالت سند مراجعه کردند. این مقام‌ها همچنین اعلام کردند که برای مداوای بیماران تحت تأثیر گرمای شدید مراکز اضطراری تشکیل دادند. زهرا احمد بابر مسئول بخش هواشناسی پاکستان نیز پیشتر گفته بود که طی ماه جاری دمای هوا از 40 درجه فراتر خواهد رفت. وی با بیان اینکه احتمال می‌رود دمای هوا در ژوئن به 45 درجه برسد به شهروندان هشدار داد از خانه خارج نشوند. علاوه بر این در ایالت پنجاب پاکستان تمام مدارس به مدت 1 هفته تعطیل شدند. سازمان مینروی بریتانیایی اعلام کرد هر 2 روز 1 کودک در افغانستان بر اثر انفجار مین کشته می شود. به گزارش العربی الجدید پس از گذشت بیش از 40 سال از جنگ ها خطر انفجار مین شهروندان افغانستان را در مزارع، مدارس و جاده های سراسر این کشور تهدید می کند. از سوی دیگر مسئول بخش مین روبی سازمان ملل گفته که بیش از 82% قربانیان انفجار مین و مهمات منفجر نشده در افغانستان کودکان هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران مواجه است. به گفته این سازمان هزاران نفر بی‌خانمان شدند و بسیاری همچنان پس از سیلاب مفقود هستند. چندین استان از جمله بغلان، غور و فاریاب اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که خسارات مالی و جانی زیادی به هزاران خانواده وارد کرده است. برخی خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌ها گزارش دادند که هنوز کمک‌های لازم به آنها نرسیده است. در همین حال برنامه جهانی غذا گزارش داده است که سیلاب‌های اخیر جاده‌ها و پل‌ها را در مناطق آسیب دیده افغانستان تخریب کرده و انتقال مواد غذایی را دشوار ساخته است. بر اساس گزارش بانک جهانی فقر در لبنان در 19 سال گذشته بیش از 3 برابر شده و جمعیت زیر خط فقر این کشور به 44% رسیده است. در این گزارش در 5 استان از 8 استان لبنان فقر از 12% در سال 2014 به 44% در سال 2022 افزایش یافته است. نتیجه برخی از پژوهش‌ها حاکی از آن است که 73% لبنانی‌ها و 100% از ساکنان غیر لبنانی در این کشور فقیر هستند. ارنستو رامیزریگو رئیس هیئت بین‌المللی صندوق پول بین‌المللی پول گفت که بحران پناهندگان لبنان، جنگ با اسرائیل در مرز جنوبی و سرریز شدن آوارگان جنگ غزه به سمت لبنان وضعیت اقتصادی وخیم‌تری را برای این کشور رقم زده است.